جان شما دیشب فرمودید که بحث همون ختنه یا بحث همون پستان دادن عایشه لعنت الله علیها به نامحرم، من اینو با استادم در میون گذاشتم. ایشون فرمودن که اصلا کتاب های اهل سنت ما اصلا کتاب های اهل سنت قبول ندارم، این چیزی که صحیح باید از معصوم به ما رسیده باشه. این سوال اولم و سوال دومم این کاجا از من ناراحت نباشید، سواله، فقط میخوام بدونم و خدا نکرده مرتی که به خطا نشن، آیا عایشه لعنت الله علیها به غیر از این که حالا بله پستان داده یا مثلا خیلی کارهایی که شما فرمودید، آیا مرتکب عمل نامشروع هم شده یا نه؟ خیلی ممنونم، عجبون با مولا امیر المومنین سلام الله علیه، خدا حافظ شما. خیلی متشکر. ببینید، بله، این که اما مطالب دینی به ما از ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام باید برسد، در این شکی نیست. ما غیر از ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام مطالب دینی را از کسی دیگر نمیگیریم. اما در اینجا احتجاج بر جماعت عمریه از کتب اونها اشکالی ندارد، یعنی اصل کفر عایشه و فسق عایشه اون که از کتاب های ما ثابته. یا ایها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصبحوا بل فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. این آیه کریمه را که بله در باره عایشه نازل شد که خداوند متعال عایشه را در قرآن کریم فاسق نام نهاده و خاطئه در قرآن کریم هم در باره عایشه ذکر شده. و خلاصه این که عایشه آدم بدی هست و فاسق هست که این قطعا در روایات و احادیث و آیات قرآن کریم زیاد آمده، لذا احتجاج نمودن بر جماعت عمریه از خود کتب اونها هیچ اشکالی ندارد و هر قومی بله ملزم هست به قبول کتب خودش و احادیث صحیحه اونها بر اونها حجت هست. این از یک جهت. از جانب دیگر، اگر اخبار متواتره در کتب عمریه موجود بود و موافق کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بود، این مانعی از قبول آنها نیست، هیچ مانعی از قبول آنها نیست. اخبار متواتره و به طرق کثیره در کتب جماعت عمریه آمد و این موافق کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بود، مخالف نبود، بله استشهاد بان کردن مشکلی نداره. حالا مثلا رضاعه کبیره یا احادیثی که عایشه در باب بی حیایی هایی که عایشه کرده، مثلا از حیض خود هر جا می نشست از حیض خود قصه می کرد، من این چنین حیض دارم، این چنین حیض دارم، خب چه لازم یک زن با حیا این کار را نمی کنه؟ خب عایشه اینها را گفته باشه، ما اگر یقین پیدا بکنیم که اینها را عایشه گفته، چون اینها خودشان در کتاب های خود روایت کردن و زیاد روایت کردن و انسان محقق می داند که وقتی که از این همه طرق مختلف ولو از کتب عمری باشد به طرق مختلف روایت شده، این بله اساس و ریشه دارد، نمیتواند دروغ باشد. لذا به اون و این چنین مطالبی عقیده داشتن یا استشهاد کردن اینها مانعی ندارد. اما این که عایشه آیا فعل بد انجام داده یا نداده، برادر عزیز من، این مطلب به حدیث صحیح ثابت نیست، در کتب عمریه که اصلا نیست، در کتب شیعه هم به احادیثی که خیلی منقح باشد ثابت نیست. بله. و علمای ما درباره عایشه همچین استدلالی نکردند که عایشه مثلا عمل زنا را مرتکب شده. لذا استدلال کردن بر این مطلب این کار انسان احمقیه. به خاطر چی؟ وقتی که تو نمیتونی از کتاب مخالف این را اصلا ثابت بکنی، دیگر ذکر کردن آن فایده ای ندارد. در کتب شیعه هم اگر یکی دو روایتی آمده، اونها هم خیلی خیلی بله روشن و خیلی سند و ایناش خیلی روشن نیست. حالا روشن هم باشد تازه حجت نیست بر مخالف.